همراه میشیم با مهمان برنامه. خیلی خوش آمدید. اساسا سوال اول من از شما این هست، در مورد همین گزارش هست که دست کم یک چهارم روستایی کشور هنوز به آب سالم دسترسی ندارن. اساسا در شرایط موجود طرحهای توسعه این چنینی که نیاز به منابع جدید آبی دارند اصلا امکان پذیر هست؟ درود بر شما، مرسی از دعوتتون. من یادم میاد یه چند هفته گذشته از همین آقای آقازاده شنیدم توی مسابقه، اگر اشتباه نکنم عددی که اعلام کرده بود از این عددم بالاتر بود و اگر روستاهایی که در واقع دسترسی به آب ندارن و با اونهایی که آب ناپایدار دارن جمع بزنیم، عدد بسیار فراتر از اینه. و طرح توسعه بدبختانه، چیز اتفاقی که در واقع در ایران داره میفته اینه که طرحهای توسعه فقط به زیر ساخت سازه‌ای و ساخت و ساز سازه‌ای در واقع پرداخته میشه. بر فرض هم اگر بتوانن آب رو تامین بکنن، یقینا رجب فاضلاب، تصفیه فاضلاب، یقینا دفع روانآب سطحی و مسائل بعدی زیست محیطی که این توسعه ایجاد خواهد کرد فکری نشده. و من خیلی متاسفم اینو بگم که میبینیم که تمرکز چند سال گذشته روی این بوده که فقط پروژه به در واقع توسعه سازه‌ای و پروژه های عظیم شامل خاکبرداری و خاکبیزی های خیلی عجیب و غریب مثل سطح های بزرگ و سطح های مخزنی بزرگ منظورم معطوف شده و روی بهره‌وری آب کاری انجام نشده. بخوام خیلی روشن‌تر به سوالتون جواب بدم، اینه که اولا این توسعه در شرایط موجود امکان ناپذیره، دوما اگر امکان پذیر باشه عواقب زیست محیطی و در واقع ضررهای آتی که خواهد داشت اونقدر سهمگین خواهد بود که عملا توسعه رو از حیز انتفاع خارج میکنه. آقای حدادیان، عذرخواهی میکنم من شما رو معرفی نکردم، حامد حدادیان کارشناس ارشد آب و مدیریت سیلاب از اوکلند با ما هستن. آقای حدادیان، چرا بعد از 44 سال گذشته وزیر نیرو گفت نیمی از روستاها دست کم آب سالم ندارن، امسال میگن حداقل یک چهارمشون آب سالم ندارن، حتی نمیتونستن در واقع از طریق تانکرهای آبی آب رو برسونن به این روستاها، چرا بعد از حدوداً 44 سال از گذشت انقلاب ما هنوز این تعداد جمعیت بدون آب داریم؟ راهکار این بحران رو شما در چه میدونید؟ من اول اسمم حدیدیان هستم. دوم اینکه با در پاسخ به سوالتون باید خدمتتون عرض کنم که ببینین یک راهبرد کلی یا طرح جامع آب که بتونه مسئله رو به صورت کلی نگاه بکنه ما نداشتیم. و خبر تلخ اینه که با سیستم مدیریتی موجود امیدی هم نیست که در واقع بتونیم مثلا به یک رابر را تدوین کنیم، چه برسه به این که بتونیم اجراش بکنیم. در بحث آب، ما توی بدنه در واقع متوسط، مدیریت متوسط و کارشناسی واقعا خلایی نداریم. از شانس خوب ما هم صنعت آب خیلی نیاز به تجهیزات عجیب و غریب و تکنولوژی خیلی پیشرفته نداره و همه چیزش تقریبا در کشور است. بدبختانه در واقع در رأس مدیریت صنعت آب ما نتونستیم یه راهبرد کلی مناسب تدوین بکنیم و همچنان به فکر همونطور که تو قسمت اول گفتم توسعه سازه‌ای هستیم. میخوایم هم منابع آب رو، استحصال از منابع آب رو گسترش بدیم، در صورتی که این قضیه شاید 50 سال در دنیا تمرکز به سمت افزایش راندمان و بهره‌وری آب سوق پیدا کرده. مثالش هم اینه که مثلا توی کشاورزی ما همچنان یه چیز حدود 70-75% آب رو هدر میدیم، بعد دنبال این هستیم که آب شرب که نهایتاً 5-7% کل مصرف آب کشور ما رو شامل میشه تأمین بکنیم. همونطور که گفتین ده هزار یا به گفته حالا یکی دیگر دوستان 20,000 روستا هنوز داریم که آب ناپایدار دارن. راهکار کلی رو باید روی این خلاصه بکنم که افزایش بهره‌وری آب با تمرکز بر افزایش راندمان بخش کشاورزی میتونه یه راهکار مناسب باشه و این منوط به اینه که یک سند جامع در واقع بهره‌وری آب تدوین بکنیم. و بدبختانه فرصت خیلی زیاد بوده که از دست دادیم. شرایط محیط زیستی اصلا به نفع ما نیست و اگرچه راه حل ساده ممکنه به نظر بیاد، ولی من چشم‌انداز خیلی مثبتی نمی‌بینم. شروع وقتانه